در تیغها پر از مرگی سلیس بود، باران را ندید چشمی که خیس بود. دنیای بستری ترسیده از مطب، دیوارها پر از انگشت کیس بود. سلام میکنم به همه شما همراهان پرژن اوارد، برنامه جوایز پارسی، و همراه یک مهمان عزیزی هستیم، شاعر و ترانه سرا آقای رحمان مولایی. خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید آقای مولایی، لطف کنید خودتون رو به همراهان ما معرفی بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ناصری و مخاطبان و بینندگانی که پرشن آوارس رو میبینن. من رحمان مولایی هستم، شاعر و ترانه‌سرا و کمی هم اهل موسیقی، نوازنده. کجا به دنیا اومدین آقای مولایی؟ به ما بگین کجا به دنیا اومدین؟ اگر دوست داریم بگین چند سالتونه؟ من متولد 67م، مهر ماه 67، اهل اقلید فارس هستم، از شهرستان‌های شمالی فارس. به به. الان هم اونجا زندگی می‌کنی؟ نه، من تهرانم، محل زندگیم و حدوداً 3-4 سالیه که تهرانم. 17-18 ساله که نوشتن رو شروع کردم. بسیار اتفاقی حالا دیدم که میتونم بنویسم، ولی خب تا حدودی خیلی عجیب و غریب بوده ورود من به عرصه ادبیات و حالا هنر. میشنویم چجوری وارد هنر شدیم؟ خیلی اتفاقی بود، یعنی من با رو حساب انجمن ادبی که توی دانشگاهمون بود، از روی کنجکاوی وارد انجمن ادبی شدم، فضای انجمن ادبی رو دیدم، بعد خیلی خوشم اومد، دوست داشتم، خیلی صمیمی بود. در همین خاطر متوجه شدم که منم میتونم این کار رو انجام بدم، نوشتن رو. چقدر جالب، یعنی شما وارد انجمن شدید و متوجه شدید که میتونید بنویسید. قبلش تا حالا هیچی ننوشته بودین؟ یعنی مثلا شعری، ترانه، چیزی ننوشته بودین؟ مثلا به صورت حالا یه سری شیطنت های هست توی یه دورانی از توی مثلا دوران دبیرستان اینا، که بیشتر به صورت شیطنت هایی که توی تن بود. هیچ موقع فکر نمی کردم که جدی بخوام بنویسم، یا اینکه بخواد زمانی برسه که من دیگه مثلا کسی باشم که تمام زندگیمو تحت شعاع قرار بده. درست. چقدر جالب. توی زمان دبیرستانتون فرمودید شیطنت بوده براتون نوشتن، منظورتون چیه؟ یعنی مثلا فقط می نوشتین برای فانش می نوشتین، یا اینکه اصلا همینجور فقط می اومد به ذهنتون و می نوشتین؟ نه خب، به خاطر چیز کردیم توی بین گروه همسالان، همه اینو تجربه کرده، اینکه بعضی موقع یه سری محتواهای ارائه میدیم به صورت های با فرمای مختلف که حالا یه جوری ابراز وجود کنیم که مثلا دوستاتون بخندن، و یعنی مدلش اینجوری بوده، انشاهایی که به صورت طنز بوده، مثلا وسطش یه سری شیطنت های اینجوری به صورت شعر که حالا فقط مثلا اون جف متشنج بشه، یا مثلا باعث بشه که توجه بهت بشه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. بعد در زمان دبیرستانتون، بعد که از دبیرستان فارغ التحصیل شدین رفتین دانشگاه، فرمودین رفتین انجمن ادبی، چه رشته ای درس خوندین؟ کدوم دانشگاه بودین؟ من پیام نور خوندم موقع، و اون موقع
خوب بود، یعنی پیام نورا یه فضای خیلی پویایی براشون درست شده بود. حالا تو دوره های بعدی که حالا آقای احمد نژاد دیگه ساپورت نکردن، پیام نورا دیگه ول شد، ولی خب تو یه دوران 4-5 ساله یه دوران بود که کلا حضوری داشت میشد دانشگاه. پیام نورا حالت ارتباط از راه دوره اومده بود بیرون. من حقوق خوندم کارشناسیمو و بعد از حقوق بود که دیگه متوجه شدم که مال من نیست و مالم ادبیات ادامه دادم. ولی خب اون موقع که شعر رو شروع کردم حقوق میخوندم. بعدش متوجه شدین و اومدین دیگه سراغ ادبیات. خب میشنویم بعدش چی شد توی اون انجمن ادبی، چه اتفاقی افتاد که شما اینقدر به ادبیات علاقمند شدین؟ اتفاقی که اونجا افتاد صرفا اون اتفاق بزرگی نبود که حالا گرایش خیلی بزرگی ایجاد کنه. خب من بعد از این که توی این انجمن حالا به صورت سرگرمی میرفتم، بعد از چند هفته توسط یکی از بچه‌هایی که توی خود انجمن بود دعوت شدم به انجمن خود شهر آباده. بعد که رفتم اونجا خب مثلا تولیدات خیلی ضعیفی هم داشتم موقع. با موقع انجمن علی بهمنی بود، اگه بشناسین آقای بهمنی. بله آقای بهمنی میشه. اتفاق این بود که موقعی که علی کار من شنید، برخوردش خیلی برخورد بدی بود با من توی اولین جلسه. از موقعی که شعر رو خوندم به من گفت که پاره کن بریز دور، حالا حالا باید بنویسی و این چه چرندیه نوشتی. هیچ موقع انقدر فکر کنم تو زندگیش رو کف نزده بود. معمولا نقد سازنده به اینجور اساتید معمولا اولین بار یک نقد سازندهی میکنن برای به خصوص دانش آموخته هایی که بسیار مستعد هستن، معمولا اینجوری بوده. همین بود دیگه، یعنی بعد از این حرف علی بهمنی بود که من خیلی جدی بلند شدم، رفتم کتابای شعر گرفتم، رفتم خودم توی خونه حبس کردم تا 3-4 ماه فقط به ادبیات پرداختم و شعر نوشتم و خیلی جدی به کلمه شاعر توجه کردم، به شعر توجه کردم، خیلی خوب تونستم شعر بخونم. خیلی مهم بود ببینم چه اتفاقی توی یک شعر میفته که حالا به یک نوشتار میگن شعر. اون توی اون خلوت اتفاق افتاد، خلوت چند ماهه‌ای بود که حالا یا من به خاطر اینکه میخواستم ثابت کنم به علی که اشتباه داره فکر میکنه یا نمیدونم چه فضایی بود، ولی خب هرچی بود خیلی خوب بود. و بعد از چند ماه دیگه که من نوشتم، شروع کردم به نوشتن و تولیدات جدید ارائه دادم، یادم میاد که بعد که اومدم شعر خوندم دیگه هیچکی باورش نمیشد که چه اتفاقی افتاد و هیچ کسی با یک بس اجازه بده من شارژم و خیلی جدی شد. یعنی توی خود شخصیت، توی خود مثلا شخصیتی من، توی زندگی من جریان پیدا کرد این قضیه. و بعدم یک جشنواره بود بعد از همون 2-3 ماهی که این اتفاق افتاد، یک جشنواره شعر بود که شرکت کردم. بعد که شرکت کردم توی اون جشنواره در نهایت اعجاب‌انگیزی اول شدم توی اون جشنواره. جشنواره منطقه‌ای بود، منطقه‌ای شعر بود، اصفهان و فارس و بوشهر و اینا، و من همینجوری فرستادم، هیچ اطلاعاتی هم در مورد جشنواره نداشتم. بعد که زد و من اول جشنواره شدم دیگه خیلی جدی شد این قضیه، یعنی دیگه اون موقع بهم چسبوندن.
یعنی الان شما حرفتون همین شاعر و ترانه سرا هستین، جز حرفتون هستش یا کار دیگه ای انجام میدین؟ من الان شعر که خیلی 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 جدیه برام، بیش از حد جدیه برام. به بچه‌هایی هم که حالا شعر رو شروع میکنن میگم اگر کسی شاعره که در طول روز لاغر 6 بار کلمه شعر تو ذهنش بیاد و بره، یعنی اینجوریه که صبح من از خواب بیدار میشم، مطالعاتم، کارهایی که انجام میدم، نوشته هام، یعنی خیلی جدیه، یعنی بلند میشم از خواب که به شعر بپردازم و به موسیقی. حالا تو یه سری تولیدات موسیقی هم دارم انجام میدم و هست، ولی خب شعر جدی تره. درسته. الان از شما کتابی هم چاپ شده، اثری از خودتون چاپ شده که بخوای معرفی کنیم به همراهان پرژن آوردز؟ کتاب، خب من الان 2-3 تا کتاب آماده چاپ داشتم، ولی خب یک سری دلایلی داشتم که انتشار نمیدادم به هیچ عنوان به صورت کتاب کار رو، تا اینکه امتحان کردم تمام اون شعرهایی که احساس میکردم الان قابلیت اینو داره که توی یک مجموعه قرار بگیره. کلن مثلا از بین 200 تا اثر من 24-25 تاش رو انتخاب کردم و جشنواره تارنا فرستادم کتاب سال تارنا که از طرف انتشاراتی آقای اسمش یادم رفت. منم اسم انتشاراتش رو نمیدونم. آقای سوران. بله. نشر بله. از طرف ایشون حمایت میشد این جشنواره. آقای مهدی موسوی و چند تا از بزرگای ادبیات هم داور بودن و همین خاطر من اثر رو فرستادم برای جشنواره تارنا و خوشبختانه به عنوان کتاب سال انتخاب شد و الان توی سالی که داریم توی اردیبهشت تا فکر کنم 1 ماه آینده دیگه کتاب بیرون میاد، حالت فیزیکش هم. و اسم کتابتون چیه؟ آموزاده اسماعیل. دوست دارین برامون یکی از شعرها رو بخونین؟ یکی از این شعرها رو؟ حتما. گنجان دمت میان همین مصرع نخست، مضمون عاشقانه به شعرم اضافه شد. در بیت دو صندلی آوردم و زنی لبریز بوسه های دلنگیز کافه شد. بیت قرار سوم و پارکی که سال هاست در انتظار بوس دهانش کلافه شد. بیت خیال موقع یک تخت خواب دنج شکل عبور عکس گلی در ملافه شد. ناگاه دست وحشی تقدیر آمد و از این به بعد شعر دچار خرافه شد. این بیت میپرد وسط شعر مثل جبر، یک دست جابرانه به خودکار چیره تر. ذهن ملافه ها به خودش آمد و نشست، یعنی فضای ملتهب کاف تیره تر. یک بیت مثل حس نباید به هیچ وجه هرگز به اختیار خودت زندگی کنی، یا مثل گوشی زنی از پشت پنجره در حال انتظار خودت زندگی کنی. مانند سایه های بلند چراغ برق
افتاد در کنار خودت زندگی کنی، در بند آخری که برایت نوشته شد تا چوبه های دار خودت زندگی کنی، یک شب پیاده می شوی از زین زندگی، شاید نشد سوار خودت زندگی کنی. چون بیت بوم بسته به خودکار انتحار، با شوق انفجار خودت زندگی کنی، جنگیدنت برای مدال خشونت است، باید به افتخار خودت زندگی کنی، مانند چشم دختر افغانی شریف دلتنگ در مزار خودت زندگی کنی، چون آدم آهنی که پر از روزمرگی، با دکمه فشار خودت زندگی کنی، چون عقده فشنگ مسافر به سمت مرگ، بیهود در قطار زندگی کنی، هر شب پدر شوی و سر سفره‌های شام دلخوش به اقتدار خودت زندگی کنی. اما چه فایده بنویسم دو صندلی مضمون عاشقانه شعری که نیستم، یا توی پارک های پر از درد و استرس در انتظار بوسه سردت بایستم. اما چه فایده بنویسم دو صندلی مضمون عاشقانه شعری که درد شد. گارسون به شعر زل زد و با احترام گفت آقای شعر میل کنید قهوه سرد شد. مرسی مرسی، خیلی قشنگ هم اجرا میکنید. واقعا اجرای شعر خودش یکی از اون مواردی هست که خود شعر رو بیشتر نمایان میکنه، کلمات رو قشنگتر بیان میکنه. بسیار زیبا، بسیار لذت بردی. من که خودم بسیار لذت بردم. بگید ببینم شما تا حالا چون ترانه سرا هم هستین، با کسی یعنی شعراتون ترانه شده، روش موزیک گذاشته شده؟ من به صورت موسیقی گذاشتم چیزا رو، ولی خب این که بگم که از کسایی خونده باشن که چهره باشن، نه متاسفانه. فقط نه، مشکلی با چهره بودنش نیست، فقط میخوام ببینم ترانه این شعرهای شما به شکل ترانه هم هست، روش موزیک گذاشته شده، درسته؟ ولی خب بیشتر مثلا کسایی بودن که فکر موزیکیمون با هم مشترک بوده و ترجیح دادم اونجوری کار کنم. درسته. خب شما هم شاعرین هم ترانه سرا، این که موسیقی رو وارد شعر بکنید و با هم تلفیق بشن و یک نفری بیاد این صدای شما رو با موسیقی بخونه، نظرتون راجع به این موضوع چیه؟ آیا شعر رو بیشتر برای مخاطب نمایان میکنه؟ آیا این موسیقی اثری در شعر میذاره وقتی به شکل ترانه سروده میشه؟ ببین، کلن به نظر من موسیقی، چیستی موسیقی با وایسه و نمیتونیم بگیم که صرفا الان موسیقی باید ترانه روش باشه. یعنی یک موسیقی باید خارج از هر چقدر، اگر کلام به موسیقی اضافه بشه، حتی اگر خیلی از فلسفه‌ام میگم، یعنی حتی موسیقی رو تا سطح عاطفه‌ام رو نمیتونیم تقلید بدیم، تا این حد مثلا خود موسیقی برای خودش هستی مجزایی داره. حالا این اتفاق افتاده و کلام هم و وکال هم مؤثر شده توی موسیقی، مخصوصا توی بافت موسیقی پاپ. از اون طرف فرهنگ ما هم که یک فرهنگ کلام محوره و شعر و ادبیات و کلن زبان و کلمه همیشه توی فرهنگمون خیلی مهم بوده، پس باید ترانه رو به عنوان یک قالبی که در پیوند با موسیقی قرار داره بپذیریم. حالا به تب نوشته‌ای میتونه به صورت ترانه موفق باشه که اون نوشته بیشتر به سمت موسیقی شدن حرکت کرده باشه. یعنی اینکه اولین اتفاق اینه که خود کلام موزیکال باشه. ما کارهای موفقمون رو توی حال دوران قبل، کارهای موفق
موزیکیمون میبینیم که ترانه سرا کاملا با موزیسین با همان در کنار همان، بعد ترانه سرا متوجه موسیقی هست، بعد کلام کاملا به صورت موزیکال میاد بیرون و این باعث میشه که یک چفت و بست خیلی خوب اتفاق بیفته بین ترانه یا بین زبان و بین موسیقی. ولی خب متاسفانه امروز اینجوری نیست، یعنی این شکافی که بین ترانه‌سرا و آهنگساز اتفاق افتاده باعث میشه که جنس کلمه رو، جنس موزیک کلمه رو ترانه‌سراها نمیشناسن و صرفاً باعث فکر این فکر تداعی میشه که استفاده کردن از زبان فولک یا زبان عامیانه، چون که حالا یه خورده انعطاف بیشتری داره نسبت به زبان معیارمون، این میشه تعریف ترانه. در صورتی که ما کار خوب داریم که تو دوران قبل اتفاق افتاده، خیلی ترانه اصلا دنبال معنی نیست، معنی خاصی نمیخواد به من بده، کتاب نیست یا مثلا یک پاراگراف علمی نیست، یک پاراگراف فلسفی نیست، ترانه یک بافت موزیکاله در قالب زبان. و اگر یعنی این چیزی که شما میفرمایید، میگید که خود ترانه خودش یک قانون و اصولی داره، یعنی این قانون و اصول الان ببینید کار یه سری کلماتی تو بافت یک ترانه میاد پیاده میشه، به هیچ عنوان نسبت به اون موسیقی همراستا نیست، همخوانی نداره. ما گاهی اوقات مثلا تو بافت یک موسیقی راک ما میتونیم مثلا کلمه هایی که خشه و مثلا از اون هجاهای خیلی بد ریخت هم یا بد تلفظ هم میتونیم استفاده کنیم، ولی توی یه کاری که مثلا یه کار بلوز خیلی غمگین و لایت اسلو بلوز، توی این کار ما نمیتونیم خیلی از کلمه ها رو استفاده کنیم. متوجه این؟ یعنی این بافت موسیقی موزیکال خود تولید موسیقی است که انتخاب میکنه که ما چی بنویسیم روش. الان یک سری نوشته هایی هست به صورت عامیانه نوشته میشه، خیلی موقع تزریق اندیشه است، ترانه میاد چیز میشه، خونده میشه، بعد میبینی که کاملا اندیشه فقط داره تزریق میشه. این ترانه نیست که بتونه جایگاه داشته باشه. درست. خیلی هم عالی، ممنون از توصیفتون راجع به ترانه و این تلفیق موسیقی و کلام. آقای مولایی بفرمایید که فرمودید راجع به کتاب آخرتون که قرار اردیبهشت بیاد بیرون و شعر براتون بسیار هم جدی هستش، برنامه آیندهتون چیه؟ میخواییم باز هم ترانه هاتون رو به کسی که موسیقیش با شما، یعنی فکر موسیقیاییش با شما یکی باشه بخونه؟ چه برنامه برای آیندهتون داریم؟ برای آینده ترانه که هر کسی برای اینکه کارش، هر آرتیستی نیاز داره که کارش به بهترین نه انجام بشه تا اینکه بخواد مثلا با بیشتر پخش بشه. یه لحظه عباس وسط مصاحبم داداش، ببخشید معذرت. بعد موقعی که بهتر اجرا شدنه برای من خیلی مهمتره تا اینکه کی بخواد اجراش کنه. و اگر توی آینده هم همین جوری مدل کاریم، یعنی اگر احساس کنم که فلان کسی که اصلا شاید هیچکی نشناسدش ولی ببینم که موزیک خوبی داره، استعداد خوبیه، الان من با بچه‌های کار میکنم که به هیچ عنوان مثلا هیچ گونه بازخورد مالی و هیچ گونه بازخورد اینکه بخواد من دیده بشم اصلا نیست، ولی خب دوست دارم، یعنی کاریشو دوست دارم، فکرش رو دوست دارم، به خاطر کار میکنم باش، اینجوریه بیشتر روی کردم. بله. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. حرف آخر، سخن آخر، چیزی هست که دلتون بخواد؟
حرف آخرم این که برنامه های روزایی که الان خیلی ها که من میشناسم مثل من هم جنس من به هیچ عنوان نمیتونن مسیری براشون وجود نداره که بخوان ارائه داده بشه کارشون، فکرشون، فکر نوعشون، فکری که فرق داره با حتی با آدم های قوی شاعران و تولید کنندگان ادبیات 10 سال پیش. حتی برنامه هایی مثل برنامه شما واقعا باید خیلی خیلی بیشتر باشه و قوی تر باشه تا بتونه اون اتفاقی که خود من احساس میکردم که باید 7 الی 8 سال پیش برای من بیفته و به خاطر فضای نمیگم فضای مسموم چون کلمه خوب نیست، فضای گرفته و فضای که اجازه نمیده به نیروهای جدیدتر، نیروهای تازه نفستر برنامه های مثل برنامه شما باشن و بیان این فضا رو بشکنن و اجازه بدن که آدم های دیگه و فکرهای دیگه هم بیان بالا و دیده بشن. و تشکر میکنم از شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادیم. خواهش میکنم. بله، ما پرژن اواردز برنامه جوایز پارسی برای همه هنرمندا در هر کجای دنیا که باشن هستش، یه تریبونی هست برای شما، برای تمام اون هنرمندانی که دوست دارن دیده بشن، دوست دارن در مورد آثارشون صحبت کنن، و این حق شماست که در یه تریبونی در اختیارتون قرار بگیره که بتونید به مردم معرفی بشین. ما بسیار خوشحالیم که شما دعوت ما رو پذیرفتین، به امید اینکه به زودی کتاب جدیدتون چاپ بشه و اون ترانه هایی که دوست دارید با موزیسین هایی که دوست دارید اجرا بکنید و اتفاقهای خوبی در زندگیتون بیافته. منم از شما امیدوارم که در ادامه برنامه‌تون موفق و موفق‌تر از اینی که هست باشه. درود بر شما. خیلی ممنون. به اتفاق آقای رحمان مولایی، شاعر و ترانه‌سرا، از همه شما همراهان عزیز پرژن آورد خداحافظی می‌کنم. تا دیدار دیگر، لبخند از رو لباتون دور نشه.